این هفته سعی کردیم بفهمیم آیا تلفن‌های هوشمند واقعاً دارن جای دستگاه‌های تخصصی رو می‌گیرن؟ همینطور نگاهی انداختیم به راه‌های ارزان‌تر برقراری تماس با خارج از کشور. اخبار فناوری هم بخشی از برنامه امروز و البته وبنورد و وبسایت‌های تازه. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. اگه شما یه گوشی هوشمند داشته باشید احتمالاً میدونید که این روزها کاری نیست که این فسقله از پسش بر نیاد. از ستنب یا رحیاب ماهواره گرفته تا فیلم برداری با کیفیت بالا همه و همه رو این وسایل کوچولو میتونن انجامش بدن. اما حالا که هر کاری که نیاز دارید توی یک وسیله جمع و جور و کوچیک و همچین سبک جمع شده، آیا به نظرتون هیچ خطری بازار وسایل تخصصی رو تهدید میکنه؟ امید فراستی به دنبال پاسخ این پرسش رفته. وقتی تلفن شما میتونه نقش دوربین عکاسی و فیلمبرداری، ماشین حساب، ساعت، پخش کننده موسیقی، راهیاب ماهواره‌ای و کنسول بازی و کلی چیزای دیگر رو بازی کنه، چرا باید خودمون رو تو دردسر بندازیم و هزینه اضافه‌ای بدیم برای خرید جداگانه این دستگاه‌ها؟ حالا طبیعتاً سوال اینجاست که تلفن‌های هوشمند چقدر خوب میتونن کار هر کدوم از این دستگاه‌ها رو انجام بدن و آیا میتونن به شکل قابل قبولی جایگزین اونا بشن؟ یه نظرسنجی تازه در آمریکا نشون داده که حدود 2/3 دارنده‌های تلفن‌های هوشمند دیگه از ساعت زنگدار استفاده نمی‌کنن. بیش از نیمی از اونها راهیاب ماهواره‌ای یا ستنوشون رو با خودشون حمل نمی‌کنن و بیش از 1/3 از خیر پخش کننده موسیقی و دوربین عکاسیشون گذشتن. در واقع این آیفون 4 با دوربین ساده 5 مگاپیکسلیشه که بیشترین تعداد عکس رو کاربرا ازش روی سایت به اشتراک گذاری عکس یعنی فلیکر آپلود میکنن. در فهرستی که این سایت منتشر کرده، آیفون 4 از این نظر یک سر و گردن از بقیه رقباش که اغلبشون دوربینای حرفه‌ای معروفی هستن بالاتر ایستاده. من فکر میکنم نسل تازه‌ای از حسگرا ساخته میشن و به تلفن هوشمند شما وصل میشن. فشار خون، خلق و خو، آب و هوا، وضع ترافیک و کلی اطلاعات دیگر رو میگیرن و به کلاود میفرستن و بعد هر جا که هستین از این اطلاعات استفاده میکنین. مثلا در زمینه پزشکی دکترتون میتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه تا وضع سلامتی شما رو پیش بینی کنه. و اگه فکر میکنین تلفن‌های هوشمند به اندازه کافی هوشمند هستن، باید سری به ژاپن بزنین که مدت هاست حتی برای پرداخت پول هم از تلفن استفاده میشه. و هنوز البته خیلی کار داره تا این دستگاه‌ها واقعاً باهوش بشن. همین حالا هم تلفن‌های هوشمند جذاب و به درد بخورن. استفاده ازشون آسونه و کلی اپ ارزون یا مجانی براشون هست که در مقایسه با دستگاه‌های تخصصی امکاناتشون رو با هزینه‌ای به مراتب کمتر بالا می‌بره. مثلا این روزا یه تلفن هوشمند به راحتی می‌تونه عکس بگیره و مکان جغرافیاییش رو ثبت کنه و بعد با استفاده از پیام کوتاه یا ایمیل یا توییتر اونو به یه دستگاه دیگه بفرسته یا امکان استفاده از دفترچه تلفن رو روی راهیاب ماهواره‌ای فراهم کنه. نتیجتاً خیلی عجیب نیست که راهیاب‌های ماهواره‌ای این وسط تا حدی ضربه خوردن. مردم ممکن از اپ گارمین استفاده کنن و از این طریق علاقه‌مند بشن تا برن سراغ ستنف‌ها یا راهیاب‌های ماهواره‌ای تخصصی. به این طریق اونا میتونن از دستگاهی با نمایشگر بزرگتر استفاده کنن که اساساً به همین منظور ساخته شده. دستگاهی که ممکنه ضد آب باشه، داخل خودرو یا دوچرخه تعبیه شده باشه یا برای دویدن و مثلا بازی گلف بتونین به مچ دستتون ببندینش. اپ‌های مجانی ساده و قابل اعتمادی مثل گوگل نویگیتور هم نمونه‌های گرونتر و پرزرق و برق‌تری مثل اپ تام تام رو به چالش کشیدن. این وسط یکی دیگه از بازیگرای اصلی در بازار راهیاب‌های ماهواره‌ای یعنی گرمین میگه اپ خودش میتونه راهی برای فروش بیشتر باشه. شاید نکته درستی باشه، اما یه دستگاه 2300 دلاری چقدر از یه اپ ارزون بهتره؟ خب شاید ساعتایی که برای دویدن استفاده میشن خیلی برای مقایسه مناسب نباشن. با یه دور تو مرکز شهر لندن موافقین؟ هرچند آزمایش علمی و حرفه‌ای نیست، ولی برای اینکه ایده ای دستمون بیاد خوبه. تو این آزمایش اپ استریت پایلت گرمین رو با آخرین مدل ستنو ساخت همین شرکت مقایسه کردیم.
هرچند طراحی و نشانگرهای هر دو خیلی شبیه همن، ولی به نظر میاد از نظر محاسبه زمان رسیدن به محل ستنو تخصصی بهتر عمل میکنه. هر دوشون حداقل یه بار راهشون رو گم کردن و بعد دوباره مسیر رو محاسبه کردن. اما دستگاه های تخصصی یعنی هیچی وسط راه مزاحم آدم نمیشه. نه یه تلفن مهم یا یه پیامک و اسمس و طبیعتاً ارتباط بهتر سخت افزار و نرم افزار رو هم به همراه میاره. با این حال هرچند در یه مسیر طولانی تر ممکن بود ستنو گرمین تجربه بهتری محسوب بشه، ولی تو شهر برتری چندانی نسبت به تلفن هوشمند نداشت. اما در بعضی موارد تلفن‌های هوشمند به شکل جدی دستگاه‌های تخصصی رو تهدید می‌کنن. بازی روی تلفن‌ها به سرعت به یکی از محبوب‌ترین عادات کاربرا تبدیل شده. حداقل برای کسایی که گهگاه سراغ بازی کردن میرن. رقابت تنگاتنگ این دو پلتفرم رو خیلی خوب میشه تو دستگاه‌های ساخته یه شرکت دید. سونی کنترل‌های پلی استیشن رو روی تلفن اکسپریا پلی کار گذاشته و در ضمن کنسول بازی قابل حمل جدیدش یعنی ویتا با کلی امکانات اضافه حسابی از تلفن‌های هوشمند فاصله گرفته. این دستگاه فرامین رو از طریق حسگرهای لمس‌پذیری که جلو و پشتش تعبیه شده دریافت می‌کنه، پردازنده گرافیکی فوق‌العاده قوی داره با یه نمایشگر بزرگ که تقریباً هیچ تلفنی نمی‌تونه باهاش برابری کنه. یه گیمر جدی دنبال تجربه‌ایه که شور و شوق و علایقش رو ارضا کنه. من فکر میکنم تجربه بازی کردن روی تلفن‌های هوشمند و بقیه دستگاه‌ها با بازی روی ویتا زمین تا آسمون متفاوته، چون ویتا قوی‌تره. این روزا استفاده از امکانات مختلف تلفن‌های هوشمند و خالی کردن باتریشون کار آسونیه. این دستگاه‌ها برای اینکه همه کار بکنن، حداقل بعضی کارا رو خوب یا به خوبی دستگاه‌های تخصصی انجام نمیدن. مثلا این مبدل امکان وصل کردن یه لنز حرفه‌ای رو به آیفون فراهم می‌کنه تا بشه باهاش عکسای بهتری گرفت. ولی واقعا کی حاضره با همچین دستگاهی عکس بگیره؟ این تلاشا گاهی آدمو یاد اصطلاح همه کاره و هیچ کاره میندازه. الو. الو. امید فراستی بود که می‌خواست بفهمه گوشی‌های هوشمند واقعا چقدر هوشمندن. اما حالا وقتشه که بریم سراغ اخبار فناوری. بر اساس گزارشی که شرکت امنیتی مکافی منتشر کرده، سیستم عامل اندروید در 3 ماه اخیر شاهد رشد 30% نرم افزارهای مخرب نسبت به ابتدای سال 2011 بوده. به همین خاطر کارشناسای امنیت اطلاعات به کاربرای اندروید توصیه کردند که حواسشون بیشتر از همیشه به اپ‌هایی باشه که روی دستگاهشون نصب و اجرا می‌کنن. شاید یکی از مهمترین دلایل رشد بدافزارهای اندرویدی این باشه که در حال حاضر این سیستم عامل بیشترین سهم رو در بازار موبایل و تبلت داره. اما در مقابل محبوبیت اندروید گوگل در بازار موبایل و تبلت، به نظر میاد لپتاپ‌های گوگل رو دستش مونده و مجبور شده برای اینکه سیستم عامل کروم او اس بتونه سهمی در بازار داشته باشه، قیمت کروم‌بوک‌هاشو حدود 30% کاهش بده. و مسئولین مخابرات پاکستان اعلام کردن که قرار اجازه ندن اسمس یا پیامک‌های ارسالی که از نظر اونها حاوی کلمات مستهجن یا غیر اخلاقی هستن به گیرنده برسن. طبق این قانون، مخابرات این کشور فهرستی از کلمات ممنوعه رو به اپراتورهای موبایل داده. یه نسخه تایید نشده از این لیست روی اینترنت منتشر شده که شامل هزاران کلمه است و بعضی کاربرا توییت کردن که این فهرست کلی دایره لغاتشون رو گسترده کرده و کلمات و اصطلاحاتی ازش یاد گرفتن که تو عمرشون نشنیده بودن. گرچه در مورد زمان شروع اجرای قانون و کلاً عملی بودنش هنوز بحث و اختلاف نظر زیادی وجود داره. معمولاً کم خرج ترین راه صحبت کردن با افراد ارتباط رو در روه. البته اگه مجبور نباشید طرف رو به شامی نهاری چیزی مهمون کنید. اما اگه فاصلتون با اون آدم انقدر دور باشه که مثلا طرف توی کشور دیگه باشه، به اینترنت هم دسترسی نداشته باشید که بخواید از وبکم یا دوربین استفاده بکنید، آدم اینجور وقتا میره سراغ گوشی تلفن همراه. و خب این راه خیلی راه گرونی هم هست. البته همیشه اینطور نیست. یک جورایی میشه ارزونم تمومش کرد به شرطی که راهنمای کلیک این هفته رو ببینید و با دقت به دستورالعمل‌هاش نگاه کنید. اول دیتا رومینگ رو خاموش کنید و هرچی لازم دارید پرینت بگیرید تا وسوسه نشین دوباره روشنش کنید.
اگه میخواین خیلی صحبت کنید، این کار رو با اینترنت انجام بدید. با فیس تایم شرکت اپل و از طریق وای فای میتونید همزمان با دوستانتون حرف بزنید و ببینینشون. میتونید همین کار رو با اسکایپ یا گوگل تاک انجام بدید. با کمک این سرویس ها میتونید با قیمتی خیلی کمتر از شرکت های دیگه به همه جای دنیا زنگ بزنید. وایبر هم همین کار رو میکنه، ولی خیلی زیرکانه تر. با بررسی شماره تماساتون میفهمه کی همین اپو دانلود کرده و لازم نیست رمز شناسایی کسی رو بلد باشید. اگه مجبورید اطلاعات دانلود کنید، سعی کنید میزانش رو به حداقل برسونید و از دیدن ویدیوهایی با وضوح بالا خودداری کنید. راستش بهتره اصلا ویدیو نگاه نکنید و اتچمنت های غیر ضروری ایمیل هاتون رو دانلود نکنید. از نرم افزارهای استفاده کنید که حجم اطلاعات رو قبل از ورود به گوشیتون کاهش میده. اپرا مینی یکی از این برنامه هاست که باهاش میتونید جلوی دانلود تصاویر رو بگیرید. یکی دیگه از راه ها استفاده از سرویس های مثل اوناوست که اطلاعات رو فشرده میکنه و اطلاعات کمتری به گوشیتون میفرسته. قراردادتون رو با شرکت تلفنتون چک کنید. شاید فرستادن SMS ارزونتر از یک مکالمه کوتاه تموم شه. حواستون باشه پیغامتون از 160 حرف بیشتر نشه، وگرنه مجبورید هزینه فرستادن دو پیغام رو بپردازید. با اپ هایی مثل BBM و واتس اپ میتونید به افرادی که از همین اپ ها استفاده میکنن مجانی SMS بفرستید. با سایت های مثل looknothumbs.com در بیشتر کشورها به جز آمریکا میتونید به گوشی ها از طریق اینترنت SMS های ارزون بفرستید. اگه میخواین یه دفعه به چند کشور سفر کنین، از سیم کارت گلوبال استفاده کنین که همه جا کار میکنه. این سیم کارت هم قراردادی داره که میگه اگه زیاد تلفن کنید مجبورین پول زیادی بپردازین. اگه میخواین زیاد یه جا بمونین، حتما از همونجا سیم کارت بخرین. شمارتون عوض میشه و با سیم کارت منطقه‌ای نمیشه ارزون به خارج از کشور زنگ زد. نترسید، برای این هم راهی هست، گرچه یکم سخته. اگه میخواین وقتی خارج از کشورین و پول تلفنتون ارزون در بیاد، از همون کشوری که موبایلتون رو گرفتین شماره مجازی در اسکایپ یا چیزی شبیه بهش درست کنید. شماره‌های اینترنتی فقط $5 در ماه هزینه دارن. قبل از خروج از کشور تلفنتون رو به این شماره منتقل کنید. بعد از رسیدن به مقصد یه سیم کارت از همون منطقه بخرین و با کمک سیستم اسکایپ کال فوروردینگ تلفناتون رو به شماره تازه‌تون انتقال بدید. بعد بیشتر برای کسانی که بیشتر باهاشون حرف میزنین یک شماره دیگر با پیش شماره کشور مقصد بسازید. مثلا اگر از داخل آمریکا زنگ میزنین، شماره مجازیتون هم از آمریکا انتخاب کنید. به این ترتیب میتونید با این شماره با نزدیکان و عزیزانتون تماس بگیرید. این تماس برای اونها هم تماسی داخلی محسوب میشه. این بازار به قدری اشباه شده که نمیشه همه چیزو پوشش داد. ما سعی کردیم راه حل هایی که در بیشتر کشورها و مناطق کاربرد داره بهتون نشون بدیم. برای راه حل های بیشتر و پرهیز از صورت حساب های آنچنانی، بهتر به بخش رومینگ چارج شرکت تلفنتون مراجعه کنید. اگه هیچ کدوم به درد نخورد، خب گوشیتون رو بذارید خونه. شما اگه پیشنهادی دارید برای بخش راهنمای کلیک، حتما برامون ارسالش کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. اما حالا که داریم کم کم به کریسمس نزدیک میشیم، شرکت ها هم دارن بازی های تازه ای رو به بازار ارائه میدن. ما برای اینکه ببینیم دنیا دست کیه و چه اتفاقی قرار بیفته، رفتیم سراغشون. تو چند سال اخیر با ورود پلتفرم های جدیدی مثل اسمارت فون و تبلت به عرصه گیمینگ، خیلی ها گفتن که شاید از این به بعد دیگه کسی برای گیم بازی کردن سراغ PC و یا کنسول نره. با اجازتون این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه فروش گیم های این دو پلتفرم بیشتر هم شد. دلیلش هم خیلی ساده است و اونم اینه که از بین ژانرهای مختلف گیم، یه ژانر معروف هست که فقط روی دستگاه های قوی اجرا میشه و برای لذت بیشتر باید روی یک صفحه تصویر بزرگ بازی بشه. منظورم ژانر جنگی از دید اول شخصه، یا اونجوری که اهالی گیم میگن First Person Shooter. بنابراین خیلی هم جای تعجب نداره که پرفروش‌ترین عناوین بازی‌های کنسول و PC از همین ژانر فرست پرسن باشن. گل سرسبد این ژانر سری بازی‌های کال آف دیوتی هستش، چه از نظر جذب مخاطب و چه از نظر فروش. آخرین سری این گیم تحت عنوان بلک آپس تنها در طول 5 هفته 1 میلیارد دلار فروش کرد و کمپانی اکتیویژن ناشر این بازی رو حسابی شاد و خوشحال کرد. بنابراین علاقه‌مندان جنگ و تیراندازی و بکش بکش بهتر امسال 2 گیم رو حتما امتحان کنن. این برای خاکریز جدیدترین سری کال آف دیوتی رو داریم به نام مودرن وارفیر 3. این گیم به بازیکن اجازه میده در نقش سربازان نیروهای مخصوص به جنگ با دشمنانی بره که طبیعتاً آدم‌های ظریف و لطیفی نیستن، بلکه یکم خشن تشریف دارن، نیات پلیدی در سر دارن
و از اون بدتر این که این دشمنان عزیز سلاح کشتار جمعی هم دارن. به به چشم بد. و اون بر خاکریز هم بتلفیلد 3 رو داریم که ناشرش رقیب دیرینه اکتیویژنه، یعنی الکترونیک آرتس. این گیم هم سناریوی مشابهی داره، بازی در نقش نیروهای مخصوص، جنگ با دشمنان شیطان، صفت مجهز به اسباب بازی اتمی و خلاصه تمام کلیشه های رایج در فیلم ها و گیم های اکشن و جنگی. آیا همه اینایی که گفتم معناش اینه که این دوتا گیم هیچ فرقی با هم ندارن؟ خب از یه نگاه کلی شاید، ولی اگر وارد جزئیات بشیم اون موقع است که تفاوت ها خودشون رو نشون میدن. در حالت سینگل پلیئر یا تک نفره، مودرن وارفر 3 خیلی بهتر از بتلفیلد 3 هستش. به محض اینکه بازی رو شروع میکنین، ناخودآگاه احساس میکنین که دارین در یه فیلم اکشن پرخرج با بودجه های میلیاردی بازی میکنین. اما راستش زمانی که توسط کاراکترهای داخل گیم هدایت میشین، یه جورایی احساس میکنین که بر اساس یه سناریوی از پیش طراحی شده دارین مراحل و عملیات مختلف بازی رو طی میکنین. با این حال تنوع اسلحه و مهماتی که در اختیارتون قرار میگیره به قدر کافی ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه که حوصله‌تون سر نره. تنوع محیط بازی هم یکی دیگه از نقاط قوت این گیمه. به عنوان عضوی از یگان نیروهای ویژه باید در شهرهای مختلفی تو عملیات نظامی شرکت کنی، لندن، پاریس، برلین و همچنین نیویورک که یه جورایی تحت حمله نیروهای روسی قرار گرفته. در کل حالت تک نفره این گیم هر کسی که علاقه‌مند به این ژانر از گیم باشه رو از شروع تا انتهای بازی میخکوب پای کنسول نگه می‌داره. این در حالیه که حالت سینگل پلیئر در بازی بتلفیلد 3 در مقایسه با مودرن وارفر 3 در سطح پایین‌تری قرار می‌گیره. البته این درسته که آدم نباید بابت سناریوی یه گیم خیلی مته به خشخاش بذاره و بهش گیر بده. اما در هر صورت اگه قرار بر مقایسه بین دو گیم مشابه باشه، طرح داستانی بتلفیلد 3 و همینطور گرافیک صحنه‌هاش به دقت مودرن وارفر 3 نیستن. مثلا اگر به صحنه‌های نبرد در تهران دقت کنیم، می‌بینیم که صحنه‌های بازی در این گیم شباهت خیلی کمی با دنیای واقعی دارن. اما در عوض حالت مالتی پلیئر یا چند نفره تو بتلفیلد 3 کاملاً قضیه‌اش فرق می‌کنه. اصولاً همه سری‌های بتلفیلد حالت مالتی پلیئرشون خیلی پرطرفدار بود، چون مپ یا زمین‌های خیلی بزرگی داشتن. تعداد بازیکن‌هایی که در آن واحد می‌تونستن توی مپ بازی کنن بیشتر از گیم‌های مشابه بود. و یه مزیت دیگه بتلفیلد هم این بود که علاوه بر بازی در نقش نیروهای پیاده، می‌شد سوار انواع نفربر و تانک و هلیکوپتر و هواپیما هم شد. در ادامه همون سنت، بتلفیلد 3 اجازه میده که 64 بازیکن نسخه PC و 24 بازیکن نسخه کنسول با هم در یه زمین درندشت با انواع ابزار و ادوات جنگی بازی کنن و دمار از روزگار هم درآورن. شرکت دایس، سازنده بتلفیلد 3، برای رقابت بهتر با مودرن وارفر 3 از یه مشاور مخصوص کمک خواسته. خب البته چنین مشاوری طبیعتاً نمیتونه کسی مثل J.K. رولینگ باشه. اون مشاور این آقاست با صورت شطرنجی، اندی مکنپ، سرباز سابق نیروهای ویژه SAS. با تمام این حرفا فکر نکنم کار خوبی باشه که از بین این دو گیم فقط یکیشو انتخاب کنیم. تازه حالا من اینو بگم، اصلا مگه میشه یکیشونو بیخیال شد؟ نتیجه اخلاقی اینه که بزنین تو کار جفتشون. و اما بدون شک یکی دیگه از گیم‌های محبوب PC و کنسول هم سری جدید نید فور اسپید هستش تحت عنوان The Run. در این گیم با طیف گسترده‌ای از ماشین‌های اسپورت درگیر شرکت در یک مسابقه رانندگی غیرقانونی در آمریکا می‌شوند. و این یعنی بازگشت بازی نید فور اسپید به ریشه‌های اولیه‌اش. منظورم حالتیه که در حین رانندگی تو جاده دم به ساعت پلیس به رانندگی بازیکن گیر میده و به ضرب و زور هم که شده می‌خواد متوقفش کنه. قاعدتاً اونایی که بازی نید فور اسپید از اولین نسخهش دنبال میکردن، این حس نوستالژیک براشون میتونه خیلی جالب باشه. و باز هم بازی برای علاقمندان به گیم. حالا وقتشه که بریم سراغ وبنورد تا ببینیم بیتا حجازی چه چیزها، چه وبسایت‌ها و چه اپلیکیشن‌هایی رو برای ما آماده کرده. در اینکه اینترنت از مقاله‌های جالب انباشته شده شکی نیست. اما فکر کنیم فقط خوندن همه صفحات ویکی‌پدیا به تنهایی بیشتر از 100 سال طول میکشه. حالا با وجود این همه مقاله، آدم چطور میتونه مطالب مورد نظرش رو پیدا کنه؟
نیوزویب تصمیم داره توی این موضوع به کاربرا کمک کنه و با استفاده از لایک ها و مطالب به اشتراک گذاشته شده توی فیسبوک و توییتر هزاران مقاله موجود توی اینترنت رو دسته‌بندی میکنه و توی فیدها در اختیارتون میذاره. این سرویس رو میشه حد وسط دو تا سرویس مشابه دونست، یعنی فلیپ بورد و توییت میم. البته به نظر من شیوه ارائه اخبار و اطلاعات توی نیوز ویب از هر دوی اونا بهتره. اگر فیدتون رو با مکان و محتوای مطالب دسته‌بندی شده تنظیم کنید و به فیسبوک لینک بدید، چیزایی که دوستاتون به اشتراک میذارن و هم توی فید براتون به نمایش میذاره. خب شاید اینجوری نتونین سر از مهمترین اخبار دنیا در بیارین، ولی حداقل با سلیقه دوستاتون بیشتر آشنا میشید. شاید هم اینجوری تصمیم گرفتید یه خونه تکونی تو لیست دوستاتون انجام بدید. این روزا راه‌های زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مشتری ها وجود داره. اونقدر که نمیدونم از کجا شروع کنم. حالا چطوره با سندیبل شروع کنیم؟ این یه ابزار تجاریه که مخاطب اصلیش کسایی هن که توی بازرگانی و تجارت دستی دارن، ولی به نظر من میتونه به کار هر کسی که میخواد اطلاع رسانی بکنه بیاد. یه سری ابزار تحلیلگر داره که میتونن بهتون کمک کنن ببینین کدوم شبکه‌های اجتماعی براتون کاربرد بیشتری دارن. استفاده از سایت 30 روز اول رایگانه، ولی بعدش باید یا ماهیانه پول پرداخت کنین یا اینکه هر بار که ازش استفاده میکنین برای همون دفعه پول بپردازین. میدونم نسبت به سرویس‌های مشابهش هزینه بالاتری برمی‌داره، ولی اگر حفظ ارتباط با مشتری توی کارتون اهمیت بالایی داره، به نظر من سرمایه گذاری روی همچین سرویسی ارزش پرداخت هزینه‌شو داره. همه شبکه‌های اجتماعی محبوب اینجا پوشش داده شدن، به غیر از گوگل پلاس که البته خیلی هم درخواست اضافه شدنشو دادن و ظاهراً قراره در آینده به لیست سایت‌های فعلی اضافه بشه. در ضمن از اونجایی که گزینه‌هایی مثل ایمیل و اس‌ام‌اس رو هم پوشش میده، دیگه تقریباً همه راه‌ها رو برای کاربر باز گذاشته تا بتونن همه جوره توی سایت فعالیت کنن. برای کاربرای آیفون هم یه اپ مخصوص هست که از هر جا بتونن بهش دسترسی داشته باشن. اپلیکیشن‌های مخصوص موبایل جزو چیزایی هستن که همه دوست داریم. اما چیزی که دوست نداریم اینه که استفاده از این اپلیکیشن‌ها باتری گوشیمون رو یهو تموم کنه و دست ما رو بذاره تو حنا، تا حدی که دیگه حتی یه زنگ هم نتونیم با تلفنمون بزنیم. اما کاربرای بلک بری میتونن با بتری واچ باتری تلفنشون رو زیر نظر بگیرن. این اپلیکیشن مجانیه، اسم با مسمایی هم داره، دقیقاً همون کاری رو انجام میده که اسمش میگه، یعنی نظارت بر وضعیت و کارکرد باتری. تازه علاوه بر اینا وضعیت کارکرد باتری رو توی طول روز، هفته و ماه هم بهتون نشون میده. میتونید به دلخواهتون اپلیکیشن رو تنظیم کنید تا بهتون در مورد مقدار باتری باقی مونده هشدار بده. اینطوری دیگه یک دفعه غافلگیر نمیشید و وسط راه خونه و کار و سفر و اینجور چیزا بدون باتری نمیمونید. در ضمن میتونید طوری تنظیمش کنید که هر بار اپلیکیشن رو باز میکنید بهتون اخطار بده، تا یادتون باشه که الکی با اپلیکیشن ها ور نرید و باتریتون رو هدر ندید. و اما یه اپلیکیشن جالب دیگه به اسم اورازما. اون با بهره‌گیری از فناوری AR یا واقعیت افزوده بهتون امکان اینو میده که بدون اینکه احتیاجی به تیر و تخته و میخ داشته باشین توی محیط کار یا خونتون عکس بذارین. فقط از محیط اطرافتون عکس بگیرین، بهش از گرافیک‌ها یا تصویرهای موجود توی دوربین یا خود اپلیکیشن اضافه کنید و دفعه دیگه هر کی از توی اپلیکیشن شما به اون نقطه نگاه کنه، تصویری رو که شما بهش اضافه کرده بودین می‌بینه. استفاده ازش خیلی راحته. نسخه لایتش مجانیه، ولی متاسفانه فقط با آیفون 4 کار می‌کنه. داستانی برای گفتن دارید، چطور ازش یه ایبوک مجانی در بیارین تا همه بتونن بخوننش؟ موولاس ابزاریه که باهاش میتونید شخصا کتابای الکترونیک چاپ کنید که از طریق کامپیوتر، تبلت، ای ریدر و موبایل قابل دسترسین. استفاده از سایت مجانیه و برای کتاباتونم نمیتونید درخواست پول بکنید. هدف فقط رسوندن صداتون به گوش دیگرانه.
اگه فکر میکنید نوشتتون به ویرایش احتیاج داره، میتونید از کسای دیگه توی سایت بخواین باهاتون همکاری کنن. وقتی کارتون تموم شد، روی قسمت پابلیش کلیک کنید و منتظر بمونید ببینید عکس العمل خواننده ها به نوشته هاتون چیه. ناگفته نمونه که با به اشتراک گذاری ای بوکتون از طریق فیسبوک میتونید جمع دوستاتون رو هم به خیلی خواننده ها و منتقدای اثرتون اضافه کنید. بیتا اجازی بود و وبنورد. شما اگه میخواین تکرار این برنامه رو تماشا کنید به وبسایت ما سر بزنید. نشونیش هست bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید برامون نظراتتون رو بفرستید، یا اینکه میتونید ایمیلش کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk، یا اینکه میتونید با یک @persianclick توییت کنید تا هر چیزی که میخواید بنویسید به دستمون برسه. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.